از سال 2002 میلادی جنگ همراه با حوادث طبیعی مردم زیادی را بیجا ساخته و نیازمندی های انسان دوستانه قابل ملاحظه را در سراسر افغانستان به وجود آورده است. چالش ها برای اداره همکاری های انکشافی ایتالیا فراهم ساختن کمک های عاجل به مردم آسیب دیده که در شرایط اضطراری حاد قرار دارند و به منظور ایجاد ثبات در وضعیت فعلی و حرکت به فرایند راه اندازی بازسازی پایدار می‌گردد که همواره چالش برانگیز بوده است. در طول دهه گذشته ایتالیا به آسیب پذیرترین گروه‌ها در افغانستان کمک می‌کند، کسانی که شرایط اجتماعی و اقتصادی آنها از اثر گسترش درگیری رو به وخامت گذاشته بود، شرایط زندگی خود را بهبود می‌بخشند و خودشان را در راستای دسترسی به سواد و حفاظت، جلوگیری و کاهش شرایط اضطراری زیست محیطی کمک می‌نمایند. علاوه بر این، حق اولویت به بهبود امنیت و شرایط اجتماعی و اقتصادی مردمان ملکی که در معرض خطر ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده قرار دارند و پناهندگان و مردمی که در داخل آواره شده اند داده شده است. از جمله پارتنرهای بسیار خوب ما، یکی هم دفتر ایتالیان کوپریشن هست که در طی سالیان گذشته اداره مبارزه با حوادث در زون غرب مخصوصاً قادر به این ساخته که ما امکانات زیادی را به دست بیاریم و کارهای خود را به شکل معیاری و اساسی از او به انجام برسانیم. ما امسال در حدود 415 خانواده از کمک های دفتر چیزویک، اونا در مجموع فندی را از ایتالیان کوپریشن گرفته بودن، یک استاک را ایجاد کردیم که ما را قادر به ارائه کمک های استاندارد پاسخدهی سریع می سازه. همچنان دفتر محترم ایتالیان کوپریشن بر ما تعهد کرده که یک سلسله کمک های غذایی و غیر غذایی دیگه را هم در اختیار اداره مبارزه با حوادث قرار میده تا ما بتانیم پاسخگو باشیم با حالات اضطراری. مدیریت جلوگیری از آفات طبیعی یا ANDMA مسئول هماهنگی و اداره تمام جنبه‌های مربوط به حوادث اضطراری است. دفتر همکاری‌های انکشافی ایتالیا و انجوی چیزویک در حال حاضر بخش ولایت هرات را حمایت می‌کنند با منظور افزایش قابلیت اداره برای حمایت از مردم نیازمند. عبدالباسط احمدی هستم، لوکل کوردینیتور دفتر چیزوی مربوط کشور ایتالیا، و ما مسئولیت دارم پروژه دمایی که از طرف ایتالیان کوپریشن تمویل گردیده که عبارت از خریداری مواد غذایی و غیر غذایی برای گدام ریاست مبارزه با حوادث و پروژه های اضطراری از قبیل گابیونکاری دیوارای استنادی در ولسوالی های انجیل، زنده‌جان و کروخ ولایت هرات و همچنین پروژه های کوچک دیگری که از طرف ریاست مبارزه با حوادث بعداً برای ما تعیین میشه سروی میکنیم و اونا را هم از قبیل پلچک هایی که سیلاب در راه خراب میکنه، راه مواصلاتی در دهات خراب میکنه و یا زمین های زراعتی، خانه هایی که تحت خطر سیل قرار میگیرن بتونیم این ازرار را کاهش بدیم تا یک پروژه ده ماهه.